سرخط خبرها. اولین اقدام قاطع روسیه علیه اسرائیل پس از افزایش تنش‌ها بین دو کشور، سود بردن ایران و گروه‌های مقاومت از این اقدام روسیه و تلاش آمریکا برای ساخت موشک‌های پیشرفته برای مقابله با چین و روسیه. به نام پروردگار یکتا و بی همتا، سلام. به این بسته خبری از پیک خوش اومدید. گزارش ها از سوریه حاکی است که سامانه های پدافندی روسیه در این کشور علیه حملات اسرائیل فعال شدند و در اولین اقدام پنجشنبه شب موشک های جنگنده های رژیم صهیونیستی در حمله به منطقه میسیاف را رهگیری و منهدم کرده است. این اولین اقدام ارتش روسیه در سوریه است که پس از افزایش تنش ها بین دو کشور بر سر جنگ اوکراین صورت گرفته است. این اقدام همچنان به سود ایران و گروه های مقاومت است، زیرا پس از این اسرائیل با یک بازیگر قدرتمند دیگر در سوریه طرف شده است. اسرائیل پس از شروع جنگ اوکراین تلاش کرد موضع بی‌طرف اتخاذ کند، اما با افزایش فشارهای غرب، تل آویو علم مخالفت با روسیه را برافراشت و حتی تجهیزات جنگی به اوکراین ارسال کرد. وزارت دفاع روسیه در مورد حملات تازه اسرائیل به سوریه گفته پدافند سوریه پنجشنبه شب موشک‌های اسرائیلی شلیک شده به سمت منطقه میسیاف واقع در غرب این کشور را با استفاده از سامانه‌های پدافندی روسی رهگیری و منهدم کردند. به گزارش خبرگزاری تاس، این سامانه‌های پدافندی ساخت روسیه است و رهگیری این موشک‌ها توسط ارتش روسیه انجام شده است. ارتش روسیه اعلام کرد که در حمله شب گذشته 4 جنگنده رژیم صهیونیستی، 4 موشک کروز و 16 بمب هدایت شونده به سوی شهر میسیاف سوریه شلیک شدند. یک منبع نظامی در وزارت دفاع سوریه در توضیح جزئیات این حمله اسرائیل گفت پدافند هوایی ما حدود ساعت 9:15 دقیقه شامگاه پنجشنبه با حمله هوایی اسرائیل که از سوی دریا به جنوب غرب و استان ترتوس صورت گرفت مقابله کرد. وی با بیان اینکه حملات صهیونیست‌ها همچنین اطراف شهرهای حما و ترتوس را هدف قرار داد و بیشتر موشک‌های شلیک شده هم سرنگون شد، خبر داد که در پی حملات مذکور 2 غیر نظامی زخمی شدند، خسارات مادی به بار آمد و باعث آتش سوزی در برخی از مناطق شد. منابع خبری 23 مرداد ماه گذشته از فعال شدن سامانه پدافندی در ترتوس و دمشق در جنوب سوریه خبر دادند. این سامانه‌ها در پی حملات صهیونیست‌ها فعال شده بود. تیر ماه گذشته هم رژیم صهیونیستی به شهرستان الحمیدیه در جنوب ترسوس حمله موشکی انجام داد. این حمله با چند موشک از فراز دریای مدیترانه در غرب ترابلس، چند مرغداری در اطراف شهرستان الحمیدیه در جنوب ترسوس را هدف قرار داد و این حمله به مجروح شدن 2 غیر نظامی از جمله یک زن منجر شد و خسارت مالی نیز بر جا گذاشت. دولت سوریه بارها اعلام کرده است رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه‌ای و غربی آن از گروه‌های تکفیری تروریستی که باعث که با دولت سوریه می جنگن حمایت می کنند. ارتش سوریه تا کنون بارها محموله های تسلیحاتی و مهمات ساخت فلسطین اشغالی را از گروه های تروریستی مستقر در سوریه کشف کرده است. جنگنده های رژیم صهیونیستی به صورت متناوب با نقض حریم هوایی لبنان یا از طریق بلندی های اشغالی جولان به سمت اهدافی در شرق و شمال غرب سوریه حملات موشکی انجام می دهند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان بارها گزارش دادند رژیم صهیونیستی روزانه قطعنامه های سازمان ملل را نقض و به حریم هوایی لبنان تجاوز می‌کند. در همین حال خبرنگار شبکه العالم در سوریه اعلام کرد همزمان با شلیک منور بر فراز میدان نفتی العمر توسط نیروهای آمریکایی، بالگردها و پهپادهای آمریکایی بر آسمان مناطق حومه شرقی دیگرزور به صورت گسترده به پرواز درآمدند. بعد از آنکه ارتش آمریکا اعلام کرده بود به موازی گروه‌های مقاومت در شرق سوریه به بهانه حملات متعدد به پایگاه‌های این کشور حمله کرده است، فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی سنتکام آمریکا از آماده باش نیروهای اشغالگر آمریکایی در سوریه و عراق به دلیل افزایش حملات علیه این نیروها خبر داد. پیش از این نیز پایگاه نظامی نیروهای اشغالگر آمریکایی در میدان نفتی العمر هدف حملات پهپادی قرار گرفت که باعث آتش‌سوزی در منطقه سبز شد که نیروهای آمریکایی از آن به عنوان پایگاهی برای خود در این منطقه استفاده می‌کنند. خبرنگار العالم در سوریه به نقل از منابع محلی اعلام کرده بود که پایگاه آمریکایی در میدان نفتی العمر در شرق دیگرزور هدف حمله قرار گرفت که به دنبال آن شعله‌های آتش از داخل پایگاه زبانه کشید.
نیروی دریایی آمریکا در تلاش است برای افزایش قدرت خود و در راستای مقابله با چین و روسیه موشک مافوق صوت به دست بیاورد. یک دریاسالار ارشد نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد این نیرو در حال توسعه قدرت خود برای مقابله با موشک‌های مافوق صوت روسیه و چین است. به گزارش CNN این مقام ارشد آمریکایی با بیان آنکه پیشرفت‌های مسکو و پکن در زمینه موشکی نگران کننده است گفت نیروهای دریایی آمریکا سیستم‌های انرژی هدایت شده به عنوان دفاع بالقوه را تقویت می‌کنند تا بتوانند برای مقابله با تهدیدهای چین و روسیه از آن بهره گیرند. او در جریان رویدادی در بنیاد هریتیج این اظهارات را بیان کرد و در ادامه افزود توسعه سیستم‌هایی که از لیزرهای پر انرژی یا امواج ماکروویو با قدرت بالا برای از بین بردن یک تهدید استفاده می‌کنند اولویت اصلی نیروی دریایی است. از نقطه نظر تدافعی ما روی تهدید متمرکز هستیم و آن را نادیده نمی‌گیریم. روسیه و چین هر دو در حال توسعه این قابلیت‌ها هستند و به‌زودی این قابلیت‌ها را به کار خواهند گرفت. موشک‌های مافوق صوت که با سرعت 5 برابر صوت یا سریع‌تر حرکت می‌کنند چالشی منحصر به فرد برای سیستم‌های دفاعی آمریکا به شمار می‌روند. آنها بسیار سریع‌تر از موشک‌های سنتی پرواز می‌کنند و مانند موشک‌های بالستیک در مسیرهای قابل پیش‌بینی پرواز نمی‌کنند و به همین دلیل شناسایی و راهگیری آنها بسیار دشوارتر است. سیستم‌های انرژی هدایت شده که از لیزر یا فرستنده‌های ماکروویو برای تخریب یک سیستم یا مختل کردن الکترونیک آن استفاده می‌کنند، یک گزینه بالقوه برای دفاع در برابر سلاح‌های مافوق صوت هستند. این در حالی است که تیر ماه سال جاری تیم گورمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که آزمایش جدید یک موشک مافوق صوت آمریکا در ایالت هوایی به دلیل نقص فنی در هنگام پرتاب با شکست مواجه شد. این دومین تلاش ناموفق برای آزمایش موشک از برنامه CPS بود که بر اساس شرکت لاکید مارتین در تلاش است تا سلاح‌های با قابلیت پرواز با سرعت 5 برابر صوت و بالاتر برای استفاده از زیردریایی‌ها و کشتی‌های سطحی توسعه دهد. و نیروگاه زاپروژیا بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در جنوب اوکراین قرار دارد که تاکنون هدف چندین حمله قرار گرفته و مسکو و کیف یکدیگر را متهم به این حمله می‌کنند. رئیس جمهور اوکراین پس از قطع برق در این نیروگاه در جنوب اوکراین هشدار داد. به گزارش ایسنا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره وقوع فاجعه احتمالی در نیروگاه اتمی زاپروژیا در جنوب اوکراین پس از قطع برق که باعث خاموشی اضطراری دو راکتور این نیروگاه شده است هشدار داد. زلنسکی شامگاه جمعه در یک سخنرانی ویدیویی گفت میخواهم تاکید کنم که وضعیت هنوز بسیار خطرناک است. هر گونه تکرار نیروگاه را به آستانه فاجعه باز می‌گرداند. زلنسکی همچنین درخواست خود را از تیمی متشکل از کارشناسان بین‌المللی برای بررسی این ایستگاه و همچنین خروج نیروهای روسیه از این ایستگاه تجدید کرد. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه نیروهای اوکراینی را به حمله دوباره به این نیروگاه متهم و اعلام کردن ارتش اوکراین دوبار نیروگاه اتمی زاپروژیا را هدف حمله قرار داده است. نیروگاه زاپروژیا بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در جنوب اوکراین است که تاکنون هدف چندین حمله قرار گرفته و مسکو و کیف یکدیگر را متهم به این حمله می‌کنند. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با کانال خودتون پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر شما را به خدای خوب و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.